او ضيعتيك محاميه وري قلبو يا زين شو علاقه بالاسلام حكمي خيالك ابن مالي وميراتي شو علاقه بالاسلام يا رجال ما تحترق لك ريحة اختنقنا لا 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 احرق احرق كله احرق كله 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 احرق هاي هاي لحيته هاي مال داعش مال داعش هاي كله قوم خلي قحبه يقول لها خلوا الحلة ما تبقى قوم ها ما تبكي حتى حواج بحرقة ها ناقش فرمود که دیگر نزول ندارد شهید تقوی بزرگوار برنده میدان جنگ بود چون همدان و خوبی من میدانم که در اسلام شکستی در جنگ وجود ندارد اگر شکست شویم شهید اگر کشته شویم شهید راه خداییم و اگر زنده بمانیم مجاهد راه خداییم ایشان به حقیقت شهید مجاهد بود من از نزدیک این بزرگوار را می شناختم عظمت روح و اخلاص قلبش آگاه بودم و حالا در محضر بزرگان این گواهی را برای ایشان می دهم که به راستی انسان مؤمن با خدا بود و غیر خدا هیچی ندید مندان خدا پرده پندار دیدند و رفتند یعنی همه جا غیر خدا هیچی ندیدند و رفتند و اما درباره گروه متطرف تروریستی داعش چند جمله ارز کنم آنها گروهی
قلتوا كي نافهميده وتروريست كدر طول تاريخ الإسلام كساني عن قدر متطرف وجود نداشتن وحتى الصوارت سبقت قرفتن آنها به هیچ بني آدمی رحم نمی کنند. بالعكس بيان خدا كده قرآن می فرمائي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. معلوم سران داعش بجاي كأس فرمان بيان أس خدا بگیرن از کسانی علیه اسلام هستند پیام میگیرن مثل غربی ها که قبلا خودشان اعلام کردند که ممکنه بدا که کومت بداعش کردند و بداعش درست کردند بخاطر علیه مسلمانان بجنگند و همینطور گروه داعش بیشرمانه کل احزاب اسلامی را مرتد میدانند و خون کل مسلمانان را حلال میدانند بنده از نمایندگی دفتر جماعت اسلامی کردستان پیام تسلیت را نوشته خدمت عن قرائت نمایم بسم الله الشهید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون شهادت شهید بزرگوار راه آزادی شهید تقوی را و تمام مقامات و مسئولین محترم جمهوری اسلامی ایران به ویژه برادران سوای خود تسلیت و تهنیت عرض می نماییم. قطعا شهادت در اسلام بزرگترین مقامی است که خداوند به بندگان خویش می بخشد و کاروان شهدای نظام اسلامی ایران هیچگاه از حرکت باز نمانده و لعنه های سرخ گونه عزیز این مرز و بوی برای دفاع از اسلام و مسلمین در سرسبد پر افتخار آزادگی جهان از هر گلی خوشبوتر است. ما به نمایندگی جماعت اسلامی کردستان عراق پیام تسلیت خود را مجددا عرض نموده و خود را شریک غم و اندوهتان میدانیم و از خداوند متعال خواهانیم که خون این شهید و سایر شهدای اسلام را مایه آرامش و امنیت منطقه بگردانند که براستی این افراد حافظان امنیت و سلبهای ایثار آزادگی بودند و روحشان به جنت شاد گردد و همچنین از خداوند می خواهیم که با بازماندگان همسنگران ایشان صبر جزیل عنایت فرماید. انا لله و انا الیه راجعون. اعظم الله اجركم و احسن عزاءكم. دفتر سیاسی جماعت اسلامی. من احتضار بکنم که لحجه من چون کردیه به فارسی خاصم صبح برای شما خواهش کنم شاید کمی اشتباهی توش بود. من احتضار میخواهم و دوباره از با میخوام با برادران عزیز آقای سردار محترم سردار سلیمانی سردار مجدی سردار مستریان آقای سردار فوزنده و کل دوستان و عزیزان و همسنگران آقای سردار حمید تقوی تسلیت عرض میکنم. تشکر.